صحبت من در باره تعداد رقم های یک عدد تواندار با توان بزرگتر بود. گفتیم که اگه یه عدد با توان بزرگی به ما دادن، ما برامون مهم نیست که اون عدد چنده، ولی این که ما بدانیم او عدد چند درم داره بدلش نیست. خب برای این کار عددی که به ما دادن ما تبدیلش میکنیم به عددی با توانایی کوچکتر، مثلا 2 به توان 35 مشاهده میکنید، من تبدیلش کردم به 4 عدد تواندار 2 به توان 10 ضرب در 2 به توان 10 ضرب در 2 به توان 10 ضرب در 2 به توان 5. حالا بگیم که این 2 به توان 10 ما یکیش رو حساب میکنیم دیگه، باید زحمت بکشیم این مقداری هم 2 به توان 10 حساب میکنیم میشه 1024، خب بقیش هم 1024، اون 2 به توان 5 هم میشه 32. حالا به شکل تقریب عدد 1024 رو خودمون 1000 میگیریم، چون تأثیر چندانی نداره. خب بقیش هم همینطوری. حالا چرا 1000 میگیریم؟ به خاطر اینه که شما اگر این 1024 رو که در هم ضرب کنید وقت گیر میشه، ولی وقتی که این عدد تقریبی داده میشه 1000، این 1000 در 1000 سریع گیر میشه یک با 9 صفر درشت 1 میلیارد. حالا این هم دوباره همینطور 30 را میکنیم 32 را میکنیم 30، حالا یک میلیارد ضرب در 30 میکنیم 30 میلیارد. 30 میلیارد یازده هم داره، همینطور یازده با 3 یازده، پس میگیم عدد 2 به توان 35 11 رقم داره. حالا هر عدد توانداری رو شما بدن میتونید از این قانون استفاده بکنید. اون دوستانی که دیروز تو کلاس هم بودن از اون فرموله استفاده بکنن ببینن درست هر بیاد یا نه. خب دیروز گفتیم چکار بکنید؟ اول عدد 2 را بزنید تو ماشین حساب، بعدش MOG. اگه ماشین حساب دارید بزنید، اچه یکی دیروز بودم اول عدد 2 را بزنید 2 پاور، بعد کلید MOG رو. یه عدد اعشاری به شما میده، یه اون اعشارش رو انتخاب بکن، اون رو ضرب در 35 بکن، فکر میکنم 3/10 باشه. 3/10 ضرب در 35 کنیم میشه 105. میشه 10/10 رو بردارونه 1 بکن میشه 11/10، خوردش رو بذار کنار. روزه رو بودی همین روزه؟ آره دیگه، همین که من به دست بودم. این چند به دست بودم برای؟ اینجا هم چی به دست بودم؟ چی؟ 11 تا. من با اون فرمول 11 به دست بودم. این هم یه روش دیگه. دوباره چی میکنید؟ اب نداره بکن. عدد 2 را بزن تو ماشین حساب، بعد کلید LOG بویا یه عدد به شما میده به این صورت فکر کنم -30 شما فقط رقم اولش 3/10 را انتخاب کن، بقیش دیگه نمیخواد. این 3/10 را ضرب توان بکن، بعد 3/10 را ضرب توان 35 کنیم، جواب هر را میده. اگه 3/10 ضرب 35 کنیم میشه 10.5، بعد را میشه 11.5. این 11.5 گفتیم که خوردش رو بذاریم کنار، چی ما را میمونه؟ 11. تعداد رقم ها را بگو میده. خب همونه بعد رو
این یه روش دیگه برای پیدا کردن تعداد رقم‌های یک عدد تواندار. حالا من یه دونه دیگه می‌نویسم، شما آزمایشی انجام بدید ببینم چی کار می‌کنید. این بار من می‌نویسم عدد تواندار چهار به توان پنجاه. این عدد چند رقم داره؟ خب چهار به توان پنجاه میتونیم تبدیلش بکنیم به عدد چهار به توان پنج به راهی چهار چهار توان پنج. اگه چهار توان پنج نیست چهار داره ولی چهار توان پنج این بیاره شما به دست میگوید به دست بیارید که در سر بدید ولی چهار توان پنج سریعتر به دست بیارید. خب دوباره چهار توان پنج دوباره چهار توان پنج بازم چهار توان پنج 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 یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو یکی دیگه هم میخواد تا بشه پنجاه دیگه. این بعد جمع توانهاش پنجاه پنج دو پنج ده دو پنج پونزه دو پنج بیست بیست و پنج دو پنج سی سی و پنج سی و پنج پنج چه چه دو پنج پنج پنجاه. این بعد جمع توانهاش پنجاه باید جمع چهار. حالا عدد چهار توان پنج رو حساب کن. چهار توان پنج رو حساب کن. چهار توان پنج میشه چهار ضرب در چهار ضرب در چهار ضرب در چهار ضرب در چهار. این میشه شانزده. این هم شانزده. شانزده ضرب در شانزده میشه دویست و پنجاه و شش. دویست و پنجاه و شش ضرب در چهار میشه هزار و بیست و چهار. از هزار دوباره به سه بوده بود. میشه هزار و بیست و چهار. یعنی هزار و بیست و چهار من دوام شدهش میگیرم. چی رو میگیرم؟ هزار. خب این هم هزار هم دیگه درسته بقیه هم هزار. خب چند تا عدد هزار هم دارم؟ حتما ده دارم یا همه اینا دوره تقریبا هزار تقریبا هزار هم در قدر فرمایید هزار و بیست و چهار تقریبا میشن هزار. خب حالا من یه یک رو میزنم چون همه هزارن ده تا سه تا سی تا صفر داره. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده بارده سی تا چهار پونزده شونزده هفده هجده نوزده بیست بیست و یک بیست و دو بیست و سه بیست و چهار بیست و پنج بیست و شش بیست و هفت بیست و نه سی تا صفر. این عدد تقریبا جواب چهار توان پنجاه است. یعنی چهار توان پنجاه تقریبا برابر با این. خب اینجا عدد من سی تا صفر یه یک هم داره. پس تعداد رقم ها حدوداً سی و یک رقم می شود. حدوداً سی و یک رقم می شود. خب باید شما حقو را برمی گرید باید باید بکنید. باید اول عدد چهار بزنه با ماشین حساب بعد کلید ال او جی یه عدد اعشاری به شما میده اون عدد اعشاری یه رقم اعشاریش رو انتخاب بکن ضرب پنجاه بکن بعد بگذاره یک خب این کار کردیم؟ جالبه بله بعضی بچه ها به دست بودن قبل از من و من کار شما رو کردم دیگه من جواب شما رو به دست بودم درسته؟ من هم 31 به دست بودم. پس عدد دو چهار به توان پنجاه را یه عدد 31 رقمیه یه عدد با 31 رقم. خب
و اما دیگه از این داستان بگذاریم، بریم سراغ کتاب. مثل که ظاهرن بقیه نمیکنم اون روز حاضر بشن. خب ما دیگه نمیتونیم معطل اون هم بشیم، باید درس بگیم این فصل رو تموم بکنیم امروز. خب بحث پایانی این درس مباحث جذر هست. جلسه قبل حالا به شکل کاملا نامرتب و ضعیف ما اومدیم داستان جذر به شما گفتیم. حالا اینجا دیگه امروز چون ارتباط سالمی با هم دیگه داریم و شما میتونید صدا و تصویر رو دریافت بکنید، من یه بار دیگه این داستان جذر براتون توضیح میدم. جذر یه عمل هست که ما به کمک آن یه عدد رو پیدا میکنیم که وقتی در خودش ضرب بشه مجذور به دست آید. خب برای تشبیه این کار جلسه قبل من اومدم اینو ربط دادم به مساحت مربع و گفتم که اگر ما یه مربع داشته باشیم، اگر یه مربع داریم که ضرب اون موجود باشه، ما میتوانیم به سایه مساحت اون مربع را به دست بیاریم. مثلا یه مربع به من میدن، میگن اندازه یه هر ضرب این مربع برابر با عدد مثلا 7 هست. خب مساحت این مربع را چجوری حساب کردیم؟ میگوییم اندازه یک ضرب در خودش که میشد 7 ضرب در 7. این به جای 7 ضرب در 7، اگر این 7 به توان 2 هم درسته، یا اگر به جای ما بگیم 49 هم باز درسته. پس این 7 ضرب در 7 همون 7 به توان 2 و همون 49 است و اینا حدسش یکی هست. این عدد رو بشتیم مساحت مربع. نام دیگر مساحت مربع استران مجذور هم هست. بعد شما شما برای مساحت مربع یک فرمول دارید. تقریبا مثلا فرمول مساحت مربع اینجوری بود، میگوییم که اس مربع برابر با یک ضرب در خودش. حالا بگذاریم کلمه، میدونیم اس مربع برابر با مجذور یک ضرب. پس مساحت مربع چی میگیم؟ یک ضرب در خودش. چی بگیم؟ مجذور یک ضرب. مثلا شما یه مربع دارید به ضرب مثلا 9، خب بگید مساحت اون میشه چی؟ یک ضرب 9 ضرب در خودش. اینو دیگه مجذور یعنی به توان 2. به جای اینکه بگیم 9 ضرب در 9، بگیم یک ضرب رو می‌نویسیم توان اون رو 2 می‌کنیم. الان میشه مساحت مربع رو یکی میکنیم و تعداد نو ضرب در نو دیگه. به این ترتیب ما مساحت مربع رو چی بگیم؟ مجذور یک ضرب. چی بگیم؟ یک ضرب ضرب در خودش. فرقی نداره. به اینجا الان من اومدم همین کارها رو کردم دیگه. اینجا بودم یک ضرب ضرب در خودش، اینجا بودم مجذور یک ضرب، برحال میشه مساحت مربع. خب پس اگر یه مربع داده باشن بگن که اندازه مساحتش رو به دست بیار، میایید اندازه یک ضرب رو در خودش میکنیم یا اون ضرب رو مجذور میکنیم. حالا برعکس این داستان، اگر چنانچه یه جایی بیان به ما یه مربع را بدن، بگن مساحت این مربع برابر با عدد مثلا فرض بکنید که مساحت مربع را هم بدن، بگید که برابر با عدد 81.
یه مرحبه هم دادن میگن مسائل هشتانیه که اون زنه این مرحبه هم خب برای به دست آوردن زنه مرحبه نه تقسیم وجود دارد، نه زنی وجود دارد، این چی؟ این یه ذهنیه به ما بسید ذهنی میگیم به خودمون میگیم باید یه عدد میدارون که زرد در خودش بکنیم دارش هشتانیه و حتما میدونید این هشتانیه یه مجزور هستش از این که بانوان مساعده نام یکش مجزور پس عدد هشتانیه مجزوریست و حالا زن اون مرحبه رو باش میگردیم به میگیم زن این مرحبه باید یک عدد باشه که وقتی در خودش زرد بشه میشه اشتاقیه به کسی نیست الا نو به نوعی زن مرحبه و به قدری که به دست آوردیم در اصطلاح جنس بهش میگن جنس پس جنس رو مجزور باداریم ما جنس رو از مجزور میگیریم زمانی که مساحت مربع وجود باشه ما میتونیم به بارزه بگردیم بله مربع من مساحت هشتانیه که زر مربع رو پیدا میکنیم میگیم میشه نو این نو بهش میگن جنس هشتانیه که و به هشتانیه میگن مجزور رو عدد نو جمع هشتانیه و هشتانیه مجزور نو اینجوری من نمیزمش اگر ما نو ضرب در خودش کنیم اصطلاحا مجزورش کنیم مجزورش کنیم عدد هشتانیه عدد نو را مجزور کنیم هشتا را یک گردیم و از هشتانیه جنس بگیریم عدد نو را هستیم این را به اینا برمیده است پس عدد در خوش اسمش میشه مجزور مجزور رو یه عملی روش انجام بدیم تا یه عدد دیگه به دست بیاد که در خواهد ضرب میشیم به این عمل میگن جنس جذب یعنی پیدا کردن یه عدد که وقتی در خود ضرب کنیم بشه عدد مجزور حالا در کتابهای ریاضی این اینجوری می‌نویسن به جای اینکه بخوان این کار را یه شکلی انجام بدن یه علامت تعریف می‌کنن به یه شکل که به این میگن رادیکال بله این نهاد همینجا یادداشتش می‌کنم که به این شکل روش کشیده میشه و بشه یه حرف کوچولو بعد یه حرف اعلام میدن کنه میگه بابا مستقی میشه این نماد در ریاضیش میگن رادیکال رادیکال نشان جذب هست و وقتی که من دارم رادیکال هشتانیه یعنی جذب هشتانیه که و جذب هشتانیه یعنی تو یه عدد رو که در خود ضرب کنی بشین او عدد کسی نیست الا نو نو جمع هشتانیه تو حالا اگر رادیکال دیگه به ما بدن و زیر آن یه عدد باشه همین داستانه مثلا اگر برای من نوشتن رادیکال 49 این هم یعنی همین یعنی یه عدد اینجور بینو که در خود زهر کنیم میشه چلو رو او عدد میتونه هفت باشه بله اگر من عدد هفت رو زهر بده به هفت کنم میشه چلو رو پس جهر چلو رو عدد هفت هست اگر به ما گفتن راه
کی، یعنی یه عرق پیدا بکن که در زرد کنی میشه سرد. این دیگه نمیخواد خودم آرز بکنی، میدونی دیگه 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 پنج پنج تا میشه بیست پنج تا سرد نمیشه، شش شش تا نمیشه، هفت تا نمیشه، هشت هشت تا نمیشه، نه نه تا نمیشه، در عرق ها خوبه دیگه، در عرق ها سرد و بودی جرد سرد برابر با عدد در. این دیگه باید کنید زرد زیرین رو خوب باشه، یعنی شما وقتی که بهتون گفتن جرد قرآن عدد پیدا کن، تو باید ببینید چه عددی میتونی در خود زرد کنید که بشه بود. اگر به ما گفتن مثلا جبر عدد مثلا نوار پیدا کن، و من میگم اگر هفت زرد در خود کنم میشه چلو نو، چلو کجا نو کجا چلو خیلی بزرگیه و هفت زیاد بوده، بیه بایی پنج پنج تا بیس پنج تا بیس پنج هم زیاده، همه بیه بایی کرد. خب چهار تا آفر اونزه بایی هم زیاده، دو تا چهار همه سه ستا نو خوبه. پس بنابراین میگیم ها سلمان برابر با سه هست، جرد نو میشود سه. خب جرد نو برکیم. حالا من یه چیز دیگه بگم برد دوانه در چکی رو این عمل رو بگم جرد، اما غیر جرد ما یه سلام بگم داریم به نام ریشه، جرد رو ریشه. جزد دیدی که معنی آن که من اینجا بیسان شما تیتیر دستان را جزد و ریشه، جزد یاد گرفتیم. حالا ریشه چیه؟ ریشه نیست بوده که اصلا اگه مثلا با مالکن با بکار شدن رو جزد رو بکنید عدد هفته، چون هفته هفته شدن رو غیر از هم عدوان دیگری هم ممکن پیدا بدون که در خود زرد کنیم بشه چرا نو اون هم میگیم ریشه. بله شما الان اگر عدو هفت را انتخاب بکنی هفت را برد در هفت کنی چی چرا نو درسته ایجاد میتونه. حالا این یکی به اتفاق اگر منفی هفت در شما زرد اگر منفی هفت کنید بگه جواب میشه ماستی چرا نو یا آن چرا نو. شما اگر منفی هفت زرد اگر منفی هفت کنید بگه جواب چرا نو میگه. حالا این دو عدد رو شدیم ریشه، به اونی که ماستی میگه جرس بری به هر دو ریشه میگه. پس دو عددی که ما در خود فرد میکنیم میشن چهل و نه که یکیش مثبت یکی منفی به هر دو میگن ریشه، ولی به اون مثبت میگن جذر، ولی منفی جذر اسمش نیست. جذر همواره مثبت، جذر منفی نمیتونه باشه، ولی ریشه میتونه منفی باشه. خب حالا اگه به شما گفتن ریشه های عدد شانزده چیست؟ ریشه های شانزده چی هست؟ میتونید بگید؟ خب کسی جواب آره نداره. خب برای این کار عدد شانزده را میزنیم زیر رادی کار به بعد بگیم دو تا عدد وجود دارند که در خود زرد کنیم بشن شونزده، یکی چهار یکی هم منفی چهار. بله چهار را اگه در خود زرد کنیم شونزده، منفی چهار را در خود زرد کنیم شونزده. نه چه که اون هشت نمیشه، هشت هشتا میشه شست چهار بده.
ada di tempat ini baca pesan ini shoes, cari pesan orang ini hasil, hasil tak ada lagi shoes, bercakap cakap ada cakap shoes. Jadi hati bercakap dengan shoes, jadi ada dahulu. چهار و منفی چهار میشه این دفعه میگیم ریشه های عدد شونزده نن چکی دخون اگه تو منفی هشت برداره منفی هشت میشه منفی شست چهار من میخواه بشه شونزده اون دفعه که انتخاب میکنی چکی دخون باید در من زمان بکنی تا باشه عدد زیر داری کار نبرم زمانش کنی بابا من دیگم زرده باید خودش عددی که انتخاب میکنی تو باید زرده خودش بکنی این منفی چهار رو زرده باید منفی چهار بکنی تو از این راضی کار شونزه اصلاح میکنی کنی که من جواب هشت میکنم خود آقا به هشت زرده باید هشت کنی میشه یه عددی هایی نه باید عددی که انتخاب کردی زرد برد چیزی دیگه بکنی داری میگه من هشت زرد برد دو بکنم بلی من بکنم عددی زرد بردی عددی دیگه رو داشتی نه تو عددی که اینجا انتخاب میکنی نه باید زرد برد دو یا سه یا چهار بکنی باید زرد برد حتما زرد برد خودش بکنی اگه زرد برد خودش که شدی یه عدد قبول کن شما وقتی من به شما باید افراد جرس و چرک و چیه به شما نبودیم هست چرا من که انتخاب کردیم؟ چون اگه ما حق و ضربه در حق بکنیم جواب میشیم و این معنی جرس رو ریشه خب حالا بریم سراغ جرس های دیگر اگر به شما گفتن جسر عدد پنجاه و هشت چیه؟ جسر عدد پنجاه و هشت دوباره شروع کردیم با هم بحث رو حل کردن به جایی دستش میداره به پیامایی من پیامایی میبندم که دیگه اصلا اعتماد بابا نداشت باشه بگیم چی کار دارد شو این همه زبون نفهمین من همین میذارم کنار شده میبندم دیگه هیچ اعتماد نداشت باشه برای تو برمی بست تو سر هم دیگه بزنید تو جون تو میبرد من در از بحثی کار دست نده برای نشتن برم بیرم عیدی میدم هیچ اعتماد خب پنجاه هشت من میخوام جهاز میگیرم خب یعنی چی؟ یعنی میخوام یه عدد پیدا بکنم اینجا که در تو زرد کنم برای پنجاه هشت بشه یا اگر نشه نزدیک پنجاه هشت بشه خب اینجا من اگر تصور میکنید که میتونم عدد حق انتخاب کنم عدده چون من اگه حق انتخاب کنم و برم حق زرده در حق کنم این عدد هیچ چلونو برای پنجاه هشت نشد پس جرده این عدد حق نیست حالا برای این شد خب حقا میدید که حق چله چون حق حقا هیچ چلونو این عدد پنجاه هشت یعنی حق برای عدد چله خواهی که ببینیم عدد هشت بذاریم و هشت من بدارم، هشت در بدار هشت کنم وقتی شست و چهار شست و چهار برای یه عدد زیاده یه عدد پنجاه و هشته پس در این نه هفته نه هشته هفت کمه هشت زیاده پس اگه این پویه جذب این عدد میشه یه عددی بین هفت و هشت خب بین هفت و هشت بین هر و هشت چه مدرهایی میتونن باشه؟ خب میتونه
adalah Astro yang kita hormati, Astro Black, Astro Sedang, Astro Cawang, Astro Tanjung, Astro Sijang, Astro Hatang, Astro Hasang, dan Astro Nol. و جزیدی یکی از این اعضاب میتونه باشه به شکل اشاری که این دیگه دیگه جزیدی کامل نیست به جزیده هم تقریبیه این دیگه علامت مصابه نیگه بذاریم علامت تقریب بذاریم حالا این کلی کنینا خوبه برای این کار یک جزیده هم درست میکنیم برای خودمون به این صورت بالا می‌نویسیم عدد پایین می‌نویسیم مجذور عدد و مجذور خب حالا برای اینها بفهمیم چقدر خوبه این هفت که کم بود هشت که زیاد بود این دو تا رو با هم جمع می‌کنیم تقسیم بر دو یعنی بگیم هفت به علاوه هشت تقسیم بر دو که از هفت موضوع تقسیم بر دو شد هفت و نیم میگیم جمعی شاید هفت و نیم باشه خب حالا هفت و نیم میداریم این جدن عدد اون هفت و نیمه حالا هفت و نیم رو مجذور میکنیم تا این میرسیم خب مجذور که گفتیم رو در خودش میکنیم بعد میرسیم هفت و نیم در قدر هفت و نیم پنج در شما بیست و پنج پنج در تا سی و پنج به دو سی و هفت پنج در تا سی و پنج در هم سه در فرقات شد نو تا سه تا پنجا و دو تا جمع میزنم میشه پنج دو شیش پنج ممیز میشه پنجا و شیش ممیز بیست و پنج سدان پنجا و شیش ممیز پنج سدان خیلی بهتر وقته چرا؟ چون هفت تا چهل نو هست این عدد به پنج و هشت نزدیک تا چهل نو هست هشت تا سی چهار این عدد به پنج و هشت خیلی نزدیک تا شست و چهار شست و چهار شیش واحد این فاصله داره این تقریبا دو واحد فاصله داره خیلی بهتر بوده ولی این هم کمه در حال خب پس کمه بری اگر هفت رو می کنن این به انتخاب کردن قطعا اینا به هم می کنن چون اینا کوچیکن وقتی من هفت و نیم زده با هفت و نیم می کنم به عدد نزدیک نیست که فاصله داره اگه من هفت و چهار دارم بذارم فاصله بیشتر میشه پس بریم با بزرگتر هفت و نیم امتحان کنیم خب من هفت و شیش دارم دارم بذارم اینجا حالا هفت و شیش دارم دارم بذارم هفت و شیش دارم بکنم شیش تا سی و شیش دارم سه چهل دو به سه چهل و پنج یه سه بذاریم شیش تا چهل دو دارم چهار چهل نو به چهار پنجاه و سه اینا رو با هم دیگه جمع میزنم شیش هفت هفت پنج میشه پنجاه و هفت ممیز هفتاد و شیش صدام پنجاه و هفت ممیز هفتاد و شیش صدام به پنجاه و هفت نزدیکتر شد ولی هنوز هم نسبت به عدد کوچیکه تو پنجاه و هشت این پنجاه و هفت رو بگیریم حالا ما برای اینا میشن میگیم شاید عدد هفت و هفت دهم رو اگه ضرب کنیم به عدد نزدیکتر باشه هفت و هفت دهم امتحان کنیم خب من می‌نویسم هفت و هفت دهم ضرب به هفت و هفت دهم هفت و چهل نو دارم چهار چهل نو به چهار پنجاه و سه سه می‌دارم هفت و چهل نو دارم چهار چهل نو پنجاه و سه جمع می‌زنم میشه نو دو این میشه نو پنج میشه پنجا نو ممیز بیست و نو سدان خب این بار ای عدد از پنجا برد بالاتره ای عدد از پنجا برد کمتره اون یه انتخاب کنیم که به پنجا برش نزدیکتر باشه خب برای شما اینجا نگاه کنید ای عدد از پنجا برد بالاتره یعنی یک و بیست و نوست رو بیشتر از این این عدد خیلی فاصله زیاده دو رو تقریبا یک و هفتاد و پنج ستون کمه اما این عدد بیست و پنج ستون کم داره یعنی بیست و پنج بیست و چهار ستون تازه
We trust to be about it and the right. He adds the man the right, not the fair and the first. But Jabron, he adds the right, probably. After Shisha. این کلمه محاسبه جذب عددهای تقریبی خب حالا یه دونه دیگه من از عددهای تقریبی می نویسم تا اونایی که یاد نگرفتن بهتر متوجه بشن این بار من می نویسم اینجا یه عددی را یادداشت می کنم به نام رادیکال مثلا 29 من میخواهم الان بزن من این تقریش کنم به 32 32 خب اینجا در 32 میگیم 5 پنجدار میشه 25 دار نشد بالاتر 5 6 6 6 دار 36 دار 36 هم که برای زیاد 6 زیاد 5 کمه پر جرمان کامل در نمیاد جرمان میشه تقریبی الان تقریب را اینجا ما میزنیم و حالا میگیم 32 ما جرمش از 5 بیشتره از 6 کمتره این 5 رو به اضافه 6 میکنیم تقسیم بر 2 که این کار انجام بدیم میشه یاد تقسیم بر 2 6 و 5 و نیم حالا جرمه که درست میکنیم بالا عدد پایین داریم مجزوم عدد پنجانی رو بالا میکنیم پنجانی رو زرد کرد پنجانی میکنیم میشه سی ممالیت بیستا پنج سر سی ممالیت بیستا پنج سر از سی بودو کمتره پر بریم پنج و شیشده هم بالا خب پنج و شیشده هم بالا برد پنج و شیشده هم میکنیم شیش شیشده سی و شیشده پنج شیشتا سی تا بستا سی و ستا پنج شیشتا سی تا پنجتا بیست پنج بسته بیست و هشت جمع میزنیم یک سی و یک ممالی سی و شیش سی و یک ممالی سی و سی و یک ممالی سی و شیش و عدد نزدیکتر شد برید بازم کمه برمیم خب این پنجا هفته هم برمیم خب پنجا هفته هم را زرد پنج و هفته ها نبودیم هفته هفته ها شده نو تا هفته پنج تا سی و پنج شده چهار تا سی و نو تا سه بیدن پنج هفته ها سی و پنج دارن سه بیست و پنج سه بیست و هشت نو چهار چهار سه شد سی و چهار همانگست چه زرد کردن نمیدن هفته هفته ها شده نو دارن چهار هفته پنج سی و پنج چهار سی و نو پنج هفته سی و پنج دارم سه پنج پنج تا بیست پنج و سه بیست و هشت خب درست دیگه جمع که بزنن نو پنج چهارده یک دارم که هشت نو سه دوازده میشه اون هم میشه سی و دو پس تو سی و دو ما هم از چهل و نو زن خب حالا این عدد سی و یک ما هم از سی و یک ممالی سی و شیش از عدد ما کمتره این عدد از عدد ما بالاتره حالا خودش رو انتخاب کنیم اون رو انتخاب میکنیم که به عدد به عدد سی و دو نزدیکتر باشه الان شما اگر از سی و یک ممالی سی و شیش به سی و دو برید باید شصت و چهار سنان به این اضافه بکنید یعنی شصت و چهار سنان به این اضافه بکنید سی و دو اما این عدد اگر بریم سی و دو باید چلنار سوزان از چهر بریم به دلیل این چلنار سوزان از چهر چهار سوزان کمتره فقطی عدد مناسبه اینجا داریم پنج و هفت اینم طریقه محاسبه جذب عدد سی و دو اشارت رو متوجه شده باشید امیدوارم به این درست یاد گرفته باشید این یه آخرین قسمت این فصل هستش یکی دیگه من بعدا می‌نویسم یکی دیگه می‌نویسم اشارت دیگه اونایی که یاد گرفتن برای آخرین بار متوجه بشن بعد این بار من اینجا یه عدد می‌نویسم مثل
عدد مثلا 30 بار 39. خب من میخوام از یک عدد برسیم بگم، خب حتما میگم 4 بار 16 بار، خیلی بدر 4 بار، 5 تا 25 25 هم تا 39 فاصله زیاده، 6 تا 36 تا به تحضیل شد خوبه بده 6 تا 6 تا 36 تا برای نزدی دیگه این که خب با فاصله 7 7 تا 2 میشه همه میدونی محدوده ماست، بگیم جرمی بین 7 تا 8 7 رو به ادامه 8 میکنیم تقسیم بر 2، نه 6 به ادامه 8 بین 6 به 7 بودم 6 تا 36 تا 7 تا 9 6 به ادامه 7 میکنیم تقسیم بر 2 میشه 6 رو نیم جرمی دست میکنیم عرض 6 رو نیم رو میداریم این جرمی حالا عرضه را تو مرد حضور میکنیم ها 6 رو نیم مرد بکنیم میشه 6 رو نیمه زهر شیشا نیم 5 تا 5 تا 5 تا 6 تا 3 تا 2 تا یه صفر میزنیم 6 5 تا 3 تا 6 6 تا 36 و 3 39 جمع میزنیم 5 2 2 4 شد 42 ممیز 25 صدر 42 ممیز 20 42 ممیز 25 با 39 می‌بینید که این عدد از 39 بیشتره، پس 6.5 زیاده، بعد 6.5 زیاده هم بعد دیگه نباید 6.7 دانده 6.6 دانده دانده که چون 6.6 دانده از درستان از این هم بیشتر بشه، پس حالا 6.4 دانده باید نام بکنه، چیزم 6.4 دانده زر بداره 6.4 دانده 4.4 تا 16 4.6 تا 24 21 25 6 4 تا 24 6 6 تا 36 و 2 38 6 9 0 4 ممیز هم کنه 40 ممیز 90 6 سنون 40 ممیز 90 شد باید از این عدد زیاده داره پر برید عدد این چکتر رو امکان بکنیم 6 و 3 دهم آه 6 و 3 دهم را در بده 6 و 3 دهم میکنن 3 تا 9 تا 3 6 تا 18 تا 3 6 تا 18 دارن 1 3 و 6 و 1 3 و 7 جمع میزنن میشه 9 8 تا 8 15 دارن 1 1 و 1 2 و 7 9 اونم 3 چه 3 و 9 ممیز 60 تا 9 سدن خب 3 و 9 ممیز 60 تا 9 سدن بازم عبی عدد زیاده پس برید عدد کوچکتری رو امتحان بکنیم 6 و 2 دهم رو خب این بار 6 و 2 دهم رو ضرب عدد 6 و 2 دهم بکنیم 2 تا 4 تا 6 تا 12 تا 3 تا 10 میزنن 2 6 تا 12 تا 6 6 تا 36 1 3 و 7 تا 4 4 8 3 2 8 دارم میکنه چه 38 ما مریض 4 تا 4 تا حالا این عدد از عدد واقعی ما 39 باشه بیشتره این عدد کمتره بین در عدلیت ها یک شاید انتخاب کنیم کدوم را انتخاب کنیم اونی که به واقعیت نزدیکتره شما اگر این رو دقت بکنید این عدد تمام برسید به 39 بعدش 39 رو بعدش بردارید تا بشه 39 اما این عدد برای رسیدن به عدد 39 باید 66 صدا بهش اضافه 56 56 صدا بهش اضافه 56 صدا بهش اضافه این عدد 39 بیه حالا به اقتراب کنم کنگره این کنگره دیگه 56 صدا بهش 39 صدا پس این عدد مناسب است اینجا علاوه تحقیق میداریم بعد این 6 و 2 رو جردیم بعد این هم مثال انشاءالله که اینا رو یاد گرفته باشیم این طریقه محاسبه جذر یک عدد به روش تحقیقی
خب دقت فرمایید اعداد یک تا صد اگه در نظر بگیریم عددهای طبیعی رو دارم میگم، اعداد طبیعی یک تا صد رو اگه در نظر بگیریم کلا ده تا عدد هست که جمعشون کامله، یه عدد رو در بیارم ولی بقیه اعداد که 90 تا باشه تماما جمعشون مثل عدد 39 و یا عدد 32 میشه که روش تقریبی داره. اینم روش محاسبه جمع تقریبی یک عدد. خب این دیگه آخرین قسمت این فصل بود. به فصل هفتمی که دارم دیگه تمام. خب حالا کتابتون باز بکنید تا بریم سراغ فعالیت هایی که تو این قسمت داریم. صفحه 93 صفحه 93 کتاب بیاری سوال یک گفته که مساحت یک زمین بازی کودکان به شکل مربع برابر 144 متر مربع مساحت 144 متر مربع طول زمین مربع چند متر است؟ شش متر؟ عجب امیر محمد، شیشتا میشه 144 تا؟ بله، بچه ها میگن 12 متره چون 12 را ضرب در 12 کنیم میشه 144. بله، باید قانونا طول زمین برابر بشه با 12 متر که 12 را ضرب در 12 بکنیم بشه مساحت مربع دیگه. مساحت مربع میشه یک ضرب در خودش. ما یه عددی را ضرب در خودش کردیم شده 144. او عدد کسی نیست الا 12. سوال 2 یک شرکت برای محبت سازی سنگهای مرمر به ابعاد 50x25 سانتیمتر خریده. این شرکت در مجموع 81 متر مربع سنگ برای این کار خریده. زرده بزرگی مربعی که میتوان با این سنگ ها ساخت چند متر است؟ درسته جعفری؟ امیر رضا درسته؟ امیر حسین درسته؟ بله امیر محمد، علی اصغر، سید حسین، علی رضا بنافی همه دارن پاسخ درست میدن. مصطفی موسوی، جمیلی، کیارش، بله، حسام، علی اصغر کشفی، سید ابوالفضل، علی رضا میرشکاری، افتخاری، آزادی، صابر، همه پاسخ نور رو دارم میدن، کامل هم درسته. آخه وقتی که مساحت بگیم 25 در 50 رو دارم اضافه یا هرا او 25 در 50 کار ما به کارش نداریم. اصل کار مساحتی که ما میتونیم تشت میکنیم، سنگ تشت میکنیم. مثلا شما که بریاد کنون شده از کار یک متر مربع چه کار داریم با چه کاشینی؟ چه کار داریم با چه موزاییکی میکنیم؟ چه با سنگی تشت میکنیم؟ سنگ اندازه هر چون هر جوری میخواه باشه باشه چون که هشتاد یک متر پشت میکنیم. پس چون هشتاد یک متر مربع سنگ خریده پس معلومه که مساحت که میخواست پشت کنه هشتاد یک متر مربع بوده. به تصور کنیم بشه یه مربع بوده که زیر مربع میشه 9. درسته.
حالا میگه در جبرسی تعداد زر تعدادی مرابن به مساحت آنها داده شده، جای خالی را پر بکنید. اصلا این مهم نیست شکیده خود ما کار نداریم، چیزی که نوشتی اصلا نیازی ما بهش نداریم. خود مسئله اون پنجاه در بسه پنجی به شما داده میگه سنگا انداشو این قدیه شما را وقتی به سر این کار بگید سنگا رو کنار هم بچینی چند تایش یه مربع میسنن دیگه برزیم ما مهم نیست که سنگا چی باشن، اندازه سنگا و عبارشون برای ما هیچ اهمیتی نداره. خود مسئله گفته که سنگی که آخری معادل 81 متر مربعه، ما یه مربعی داریم که ساعت 81 بریم با اون سنگا پرشش میکنیم، حالا اون سنگا چند تاش کنار هم بچینیم تا یه مربع بشه اصلا مهم نیست برای ما. خب زر مربع 3 باشه به ساعتش میشه 9، مساحت مربع 16 هست، زر مربع چقدره؟ 4. بله بنابراین درسته، درسته، همه دارن پاسخ 4 رو میدن. اگه زر مربع رو یک کنیم با چه مساحت چقدر میشه؟ 2 و 20 و 5 سه. اگر یک کنیم باشه مساحت مربع که 2 و 20 و 5، آیا 2.5 رو ضرب در 2.5 بکن؟ 1.5 ببخشید، 1.5 رو اگه ضرب در خودش بکنیم میشه 2 و 20 و 5 سه.